سوال اینه که all applicants are required to provide proof of English or French language skills، یعنی همه اپلیکنت ها، همه کسانی که در واقع اپلای میکنن برای شهروندی باید یه چیزی داشته باشن که ثابت بکنه انگلیسی یا فرانسه بلدن. To become a Canadian citizen with the exception of the following، به استثنای موارد زیر. به استثنای چی؟ بزرگسالانی که در واقع بیشتر از 55 سال سن داشته باشن، اونایی که بیشتر از 40 سال سن داشته باشن، اونایی که بیشتر از 65 سال سن داشته باشن، یا اونایی که بیشتر از 50 سال سن داشته باشن. گزینه درست گزینه اول هستش. اونایی که بالاتر از 55 سال داشته باشن، مثل خیلی از پدر مادرهایی که اینجا میتونیم اونا اسپانسر بکنیم، اصلا نیازی ندارن که مدرک زبان انگلیسی و فرانسه ارائه بکنن. این سوال داره میگه Which of the following is the oldest colony of the British Empire in Canada؟ کدوم یکی از موارد زیر قدیمی ترین کلونی یا در واقع مستعمره امپراتوری بریتانیا بوده توی کانادا؟ اونتاریو، آلبرتا، کوبک یا نیوفاندلند و لابرادور؟ گزینه درست نیوفاندلند و لابرادوره. اگه اینجا هم بریم تو صفحه 46 تو جزوه ببینیم، اینجا هم دقیقا همینو گفته The oldest colony of the British Empire and a strategic prize in Canada's early history. Which province has a long history of coal mining, forestry and agriculture؟ کدوم استان هستش که تاریخچه طولانی داره از coal mining، یعنی در واقع استخراج زغال سنگ، forestry جنگلداری و agriculture و کشاورزی؟ نوواسکوشا، نیو برانزویک، اونتاریو یا پرنس ادوارد آیلند؟ اگه بریم تو جزوه نگاه بکنیم، تو صفحه 46 که راجع به استان‌ها گفته، گزینه درست گزینه نوواسکوشا هستش که نوشته شده نوواسکوشا has a long history of coal mining, forestry and agriculture. خب این سوال چی داره میگه؟ میگه what do people promise when they take the oath of citizenship؟ یعنی وقتی که افراد یا شماها در واقع سوگند شهروندی رو ادا میکنی، چه قولی میدین، چه تعهدی میدین؟ اول گزینه درست رو ببینیم. گزینه درست گزینه سوم هستش که هر سه تا تعهد رو تو خودش داره، بقیه گزینه ها کامل نیست. میگه که they pledge allegiance to the queen or king، ادای تعهد میکنن به در واقع ملکه یا به پادشاه. They pledge to observe the laws of Canada، تعهد میکنن که به قوانین در واقع کانادا احترام بذارن و اونا رو رعایت بکنن. And they pledge to fulfill the duties of a Canadian citizen، و قول میدن که انجام بدن وظایف یک شهروند کانادا. سوال بعدی داره میگه Who proclaimed the amended constitution of Canada in 1982؟ در سال 1982 چه کسی در واقع قانون اساسی amended یا در واقع یعنی ترمیم شده و تغییر کرده کانادا رو اعلام عمومی کرده، یه جوره تاییدش کرده؟ پرایم مینستر بوده، نخست وزیر اون زمان بوده، کوین الیزابت دی سکند، ملکه الیزابت دوم بوده، یا سنت بوده، یا مجلس سنا بوده، یا the people of Canada یا مردم کانادا؟ گزینه درست گزینه دوم هستش، کوین الیزابت این کار کرده. اینجا هم اگه ببینید تو صفحه 8 در واقع گفته که the constitution of Canada was amended in 1982 و کوین الیزابت دوم بوده که پروکلیم کرده the amended constitution تو اتاوا تو سال 1982. Where is Canada's largest east coast port؟ بزرگترین بندر در واقع ساحل شرقی کانادا کدومه؟
هالیفاکس، ونکوور، فردریکتون، شارلوت تاون. گزینه درست گزینه اول از اینجا هالیفاکس هستش. اینجا نوشته از کانادا's largest east coast court, deep water and ice free, the capital Halifax. پس گزینه درست همون گزینه که گفتن این هالیفاکس. سال بعدی میگه when was the Magna Carta signed? Magna Carta در چه سالی امضا شده؟ 1649، 1425، 1615 یا 1215؟ گزینه درست 1215. اینجا اگه دقت بکنید مگنا کارتا سال 1215 بوده تو صفحه 8 جزوه گفته شده که بهش میگن در واقع Great Charter of Freedom، در واقع منشور عالی آزادی ها هم بهش گفته میشه. راستی اگه میخواین همین تستا رو تمرین بکنید یه اپ خیلی خوب براتون دارم که لینکش رو تو قسمت توضیحات براتون میذارم، نصب بکنید روی موبایلتون ببینید صفحاتش هم با هم دیگه چک بکنیم. اینجا میتونید تستا رو ببینید، بزنید، برید سوال بعدی. مثلا به این صورت تستای مختلف هست. بعد وقتی انجام شد، تموم که شد، به شما درصد میده که چقدرشو درست زدین و اینکه چند تا جواب درست داشتین، چند تا جواب غلط داشتین، کدوم ها رو رد کردین و میتونید این امتحان رو چند بار بدین یا اینکه بعد بیاین جواب سوالا رو هم اینجا ببینید. مثلا اینجا دقت بکنید من سوال 5 رو غلط زدم، سوال 6 رو درست زدم. در هر دو صورت جواب درست هم رنگ سبز بهتون نشون میده و توضیحات هم بهتون میده به زبان فارسی که کامل براتون جا بیفته. خلاصه تو زمان بیکاری هر وقت که منتظر کسی بودین یا تو ترافیک میتونید این اپ رو استفاده بکنید و حسابی واسه امتحان آماده بشین. پس این اپ رو هم از دست ندید. در نهایت دقت بکنید اینجا مثلا بهتون میگه که در چه تاریخی کدوم تستا رو انجام دادین، چند درصد هم درست زدین. همه این چیزها رو تو این اپ بسیار خوب میتونید یه جا داشته باشید. سوال اینه که Acadians are the descendants of what groups؟ اون افرادی که بهشون میگن Acadians در واقع به نتیجه های کدوم گروه هستن، در واقع باقی مونده کدوم گروه های زیر هستن؟ میتیس و اینویت هستن یا فرست نیشن هایی هستن، اون در واقع بومی هایی هستن که who began settling in what are now the Prairie Provinces in 1600s، در واقع بازمانده های اون بومی هایی هستن که تو سال 1600، در واقع تو دهه 1600 توی جایی که الان بهشون میگیم استانهای پریری اونجا یا مثلا ستل شدن. بریتیش کلونیست هستن که در واقع تو سال 1604 تو جایی که الان بهشون میگیم استانهای مریتین اونجا ستل کردن. یا فرنچ کلونیست هستن که شروع کردن ستل کردن و در واقع مستقر شدن تو جایی که الان بهشون میگیم استانهای مریتیم یا مریتایم پروینسز. گزینه درست گزینه آخر هستش که بر اساس جزوه تو صفحه 11 جزوه گفته The Acadians are the descendants of French colonists who began settling in what are now the Maritime Provinces in 1604. خب خسته نباشید، برین یه قهوهی بخورین، یه چایی بخورین، یه خود استراحت بکنین، برگردین ویدئوی بعدی رو هم از دست ندین. ویدئوی بعدی از این سری رو هم حتما مشاهده بکنید، اپ رو هم نصب بکنید. یادتون نره اگر خوشتون اومد به دوستاتونم معرفی بکنید. لایک و کامنت هم یادتون نره.